اورولوژیست هستم، دکتر شاهرخ جمالی جم، با سابقه کار حدود 24-5 سال. در مورد ناتوانی های جنسی حدود 17-18 ساله دارم کار میکنم. در رابطه بیماری های ناتوانی جنسی، در واقع باید بگیم ناتوانی جنسی یک بیماریه که ارگانیک هست و غیر ارگانیک، یعنی هم میتونه از اعصاب ناشی بشه، هم از بیماری های عضوی. عضوی منظورم رگ ها که شامل سرخ رگ، سیاه رگ و خود بافت آلت میشه که کورپوس کاورنوزوم، اجسامیه که باعث نعوذ در مرد میشه. در واقع رشته من ناتوانی جنسی آقایون رو شامل میشه. برای علل بیماری های ناتوانی جنسی باید بگم که همونجور که در شروع گفتم، این قدیما فکر میکردن بیشتر جنبه روانی داره و مشکل اعصاب و روانه، که این در این الان سالها با پیشرفت علمی که الان داریم کاملا تغییر کرده، میزان کمتریش به بیماری های روانی میرسه و بیشترش بیماری های ارگانیکه. بیماری هایی که وجود داره در واقع تقسیم میشه به بیماری های ارگانیکی که شامل بیماری های عروقیه و بیماری هایی که از بافت خود اجسام قاری رو شامل میشه، که این خودش بعضی از بیماری های متابولیکی، یعنی بیماری هایی که فقط اون عضو رو درگیر نمی کنه و اعضای دیگری رو هم شامل میشه، در نظر گرفته میشه. از جمله قند، بعضی از بیماری هایی که پرولاکتین بالا دارن، حتی تیروئید هم این کار رو میتونه بکنه، هم کمکاری غده تیروئید هم پرکاری تیروئید، ولی خب اون درصدش خیلی کمتر از بیماری قند و فشار خونه. بیمارانی که فشار خون دارن و از داروهایی که برای کنترل فشار خون استفاده میکنن، اونها هم مشکلات در ناتوانی جنسی رو پیدا میکنن. این کل بیماری های ارگانیک رو شامل میشه، که پس شد به صورت خلاصه بیماری هایی که شامل عروق که سرخ‌رگ و سیاه‌رگ و بافت خود عامل ایجاد کننده نعوذ که بافت کورپوس کاورنوزومه که در آلت وجود داره، و بیماری های سایکولوژیک و نوروژنیک. نوروژنیک ها هم بیماری هایی هستن که قطع اعصاب رو داریم، مثل بعضی از بیماری هایی که قطع نخاع میشن، حالا به تصادف یا بیماران جنگی و یا حتی بیمارانی که دارای ام اس هم هستن میتونن این به این مبتلا شن، و دیابت هم از طریق اعصاب هم این کار رو انجام میده. و یکی دیگه بیماری های روانپزشکیه، در واقع رده روانپزشکی، بیمار از نظر اعصاب و روان مشکل داره، تحت تاثیرات خود دارو و خود بیماری هم این مشکلات رو پیدا میکنن. میمونه حالا تعریف خود ناتوانی جنسی. ما از نظر تعریف سه قسمت میکنیم این مشکل رو. یکی این که بیمار زود انزالی پیدا کنه، یعنی زود مایع منی در مرد خارج بشه، قبل از این که بیمار چیز رو پیدا به همسرش یا پارتنر جنسیش به ارضا برسه، اون زودتر از اون موعد خروج مایع منی رو داره. یکی دیگرش اینه که میل جنسیشون کم بشه، و یکی دیگه اینه که نعوذ رو کامل نداره، یعنی شق شدن، صفر شدن آلت رو مشکل پیدا میکنه. در صورت بروز این مشکل در واقع میاد تو بیشتر میافته در حیطه بیماری های ارگانیک، که کار ما در واقع شروع میشه، اورولوژیست ها در این قضیه وارد میشیم. برای بیماری در به اصطلاح گاهی اوقات هم ترکیب همه اینها هست، سه مورد با هم هستش. چیزی که وجود داره در مورد زود انزالی، درمان دارویی داریم،
برای میل کم شدن میل جنسی باید تحت درمان بررسی و بعد از اون تحت درمان دارویی و حتی در واقع روان درمانی قرار بگیره فرد که توامان با هم این کار رو انجام میدیم. برای مواردی که اشکال در نعوذ دارن و شق شدن اون رو باید بررسی انجام شه. بررسی بیمار اول ما از نظر هورمونی بیمار رو چک میکنیم با آزمایشاتی که وجود داره و از نظر شرح حالی که از بیمار میگیریم، داروهایی که میخوره و نوع رفتار جنسیش، همه این چیزها رو سوال و جوابی میکنیم، به یک نتیجه کلی میرسیم. و اگر دیدیم که در و شاید حتی به صورت در واقع میگن ترایال، به صورت اینکه سعی بکنیم چه وضعیتی بیمار داره دارو درمانی مقطعی بکنیم، ببینیم پاسخ به دارو درمانیش چه جوریه. این بعد از اون میرسیم به روش‌های تشخیصی پیچیده‌تر و تهاجمی‌تر، از جمله سونوگرافی که انجام میدیم برای عروق آلت که سخرگ آلت رو اندازه گیری می کنیم، سرعت جریانش، قطر سخرگ رو، که این کار رو با تزریق مواد وازو اکتیف که تحریک مصنوعی ایجاد میکنه برای رگ انجام میدیم، چه پیش از تزریق چه پس از تزریق. مقایسه این دوتا به ما کمک میکنیم که چه وضعیتی داره و در حین نعوذ مصنوعی که واسه بیمار ایجاد میکنیم برگشت خون رو هم اندازه گیری میکنیم که به اون میشه فاز دیاستولیکش، برگشت خونه در واقع، اون سرعت اونم اندازه گیری میکنیم، اونم معیار کار ما هست. و نوع پاسخدهی بافت نعوذیابنده یا کورپوس کاورنوزوم هم تو اون سونوگرافی بررسی میشه. اگر کار بیشتری رو بخوایم میتونیم روش های دیگه مثل کاورنوزوگرافی و کاورنوزومتری که اون اندازه‌گیری فشار داخل اون اجسام قاری که باعث نعوذ میشن رو اندازه‌گیری میکنیم و عکس میگیریم از برگشتش. و روش های تکمیلی دیگه هم هست از اسکن های هسته‌ای که اون یک مقدار کامل تر میکنه ولی حتما نیاز نیست. روش های دیگه ای هم وجود داره مثل ریجی اسکن که اون کاملا نتیجه بخش نیست، چون مثبت کاذب داره و منفی کاذب داره که اون یه مقدار محدودیت کار رو انجام میده، ولی روش نان اینویزیویه ولی قطعی تو کار درمان نمیتونیم به کار ببریمش. در نهایت بعد از همه جمع‌بندی هایی که از بیمار انجام میدیم به نتیجه درمانی میرسیم. درمان ما را شامل چندین مورده، از جمله استفاده دارویی، یعنی یک دوره کامل از داروهایی که الان متاسفانه یا خوشبختانه در دسترس همه هست، مثل تادالافیل، سیلدنافیل، وایاگرا، سایالیس، نوع خارجیش، همه چی اینا هست که در اختیار من، یک دوره درمانی کامل نه مقطعی. اگر به اون هم پاسخ ندن میریم روش های دیگه ای هست که به کار میره. وکیوم توی بعضی موارد میتونه کمک کننده باشه ولی نه کاملا. با پزشک حتما همراه باشین برای این.